قرار 5 تا فاکتور خیلی مهم توی زبان بدن یا بادی لنگویج رو موقع مصاحبهت یاد بدم که بتونی مصاحبه رو به نفع خودت ببری جلو. ولی شد تماس چشمی؟ برای اینکه فکر و استرابت با تماس چشمی به طرف مقابلت منتقل نشه و فقط انرژی مثبتت و اعتماد به نفست رو بتونی بهشون منتقل بکنی، لبخند رو فراموش نکن. سوالا رو جوری جواب بده، stick to the point، دوروبره میگن around the bushes نرو، یه چیزی از اون کمپانی از طرف بپرس که نظر شخصیشو دخیل کنی. مثلا بگو تو چرا این سهم سال تو این کمپانی هستی، چی این کمپانی برای تو جالبه، یه چیزی مثل حالا نه الزامن. دقت کردی خیلی وقتا تو مصاحبه ها کاملا آماده ای، تمام جزئیات اون کمپانی رو هم در آوردی، اطلاعاتت حرف نداره، ولی بازم از لحظه ای که وارد میشی انقدر استرس و استراب زیاده که رو زبان بدن تاثیر میذاره و مصاحبه رو خراب میکنی. قرار 5 تا فاکتور خیلی مهم توی زبان بدن یا بادی لنگویج رو موقع مصاحبهت یاد بدم که بتونی مصاحبه رو به نفع خودت ببری جلو. اولی مورد تماس چشمیه. تماس چشمی دقیقا اونجاییه که شما با اون آدم یا آدمایی که توی مصاحبه هستن یه ارتباط مؤثر میزنید. تو تماس چشمی شما ممکنه ترس و استرابتون هم بیاد، پس حواستون باشین. دومی مورد خیلی بهتون کمک میکنه. در واقع دومی مورد که لبخنده با تماس چشمی با هم هوک شدن. از تماس چشمی شروع میکنیم. چشمتو نداز، سرتو پایین ننداز، با اعتماد به نفس برو جلو. و برای اینی که بتونین تماس چشمی رو برقرار کنی، برای اینکه فکر و استرابت با تماس چشمی به طرف مقابلت منتقل نشه و فقط انرژی مثبتت و اعتماد به نفست رو بتونی بهشون منتقل بکنی، لبخند رو فراموش نکن. لبخند اونجاییه که خیلی از نقصانای مکالمات تو رو توی مصاحبه کاملا میتونه بپوشونه. و یه چیزی بهت بگم، این لبخند رو نمیتونیم همینجوری فقط ببری تو مصاحبه و شروع کنی. از همین الان بر خودت تمرین بذار. اگه برای تو مصاحبه کردن یکی از اساسی ترین و مهمترین چیزاییه که تو ذهنته، من به کاینت ها میگم دائم دوربین گوشی موبایلتون جلوتون روشن باشه یا برین جلو آینه. صبح به صبح با لبخند به خودتون سلام بدین. چشماتون رو، اینی که بتونین تماس چشمی با خودتون برقرار بکنین خیلی سخت‌تر از اینی که بتونین تماس چشمی با آدمای دیگه برقرار بکنین. پس چی شد؟ اولی شد تماس چشمی و دومی با فاصله خیلی کم باهاش لبخنده. در هر حالتی با هر جور مکالمه‌ای شما میتونید لبخندتون رو نگه دارین. میزانش مهمه. یه موقعی هست من یه چیز ساده میگم، یه موقع هم هست که میخوام رو هیومر یا قسمت بامزه ماجرا یه خورده بیشتر تاکید داشته باشم، لبخندم رو حفظ میکنم. ممکنه که حسی داشته باشی که نگران باشی که قضاوت میشی برای انتقاله، توی اون میتونی هیومر و جوک و یه ذره شوخی رو بهش اضافه بکنی. این خیلی مهمه. ببین همینی که توی مصاحبه به ممکنه دمای هوا یه جوری باشه که شما باش راحت نباشید، درسته؟ من خفه شدم در این لحظه رو در میاریم دیگه، نمیتونم تحمل کنم، خیلی گرمه. یعنی چی؟ یعنی همون لحظه که من احساس کردم وای چقدر گرممه، همون لحظه میتونم بگم وای با اون چقدر گرممه. اون حس ناراحت و آنکامفتابل رو میتونم با لبخند و با درآوردن جکتم بهشون انتقال بدم. بهشون دارم میگم یعنی چی؟ بهشون دارم میگم من کسی هستم که سپیک اپ میکنم. من کسی هستم که وقتی در شرایطی باشم که راحت نیستم یا کمپانی شما تو شرایطی باشه که به نفعش نیست، من کسی هستم که صحبت میکنم و من کسی هستم که میتونم از حق خودم دفاع بکنم، به خاطر اینکه اعتماد به نفسم بالاست. سومین چیزی که خیلی تو مصاحبه مهمه پوزیشن بدن شماست. اگر اینجوری با قوز و آنکامفتبل و معذب بشینین، حسی که به طرف مقابلتون میدین حس نداشتن اعتماد به نفسه. پس اولی شد تماس چشمی، دومی شد لبخند، سومی شد چی؟ حالت پوستچر ما که سفت و محکم بشینیم. تو این سفت و محکم نشستن خانوما، اگه قراره که کفش پاشنه بلند بپوشید، پاشنه رو به اندازه‌ای بپوشید که به راحتی بتونید دو تا پاتون رو موازی کنار هم بذارید. من دارم راجع به مصاحبه‌های خارج از ایران صحبت می‌کنم. تا جای ممکن کت دامن نپوشید. کت شلوار خیلی بسیار زیاد رایج‌تره و خیلی بیشتر شما می‌تونید توش حس کامفورتبلی راحتی داشته باشید و نگران نباشید. بازم برای اون پا رو پا انداختن به اندازه پارو کنار پا گذاشتن شیک نیست. جولری زیاد نندازید. اگه گوشوار انداختید دیگه گردنبند نندازید. اگه گردنبند انداختید
گوشواره خیلی شاینی نندازید، خیلی چیزای شاینی و خیلی توجه جلب کن نندازید. آرایشتون باید آرایشی باشه که روی حوزه کار بکنید. اگه چشماتون رو خیلی میخواین کار کنید دیگه لوا رو پیل برید. تا اینجا که من تو نورت امریکا تو امریکای شمالی دیدم، توی مصاحبه ها ترجیح به این میره که روی حوزه لب که برای مکالمه میخواین صحبت بکنین خیلی آرایش غلیظی نباشه. تو زبان بدنتون تا جای ممکن آرنجاتون رو رومیز نذارید، عقب بشینید، سعی کنید زاویه رو نگه دارین. صلابت بدنتون، پوستچرتون خیلی تأثیر گذاره روی نحوه مکالمت. یه چیز هم یادتون باشه ها، اینا همیشه من به کلاینت هم میگم، اون کسی هم که داره شما رو مصاحبه میکنه خودش استرس داره، فکر نکنی خیلی حالا راحت و عادی داره، نگران قضاوت شماست، نگران قضاوت رئیسشه، نگران قضاوت خودشه که آیا شما رو درست انتخاب میکنه، آیا کرایتریا و تمام اون جزئیات رو درست داره در نظر میگیره یا نه. راستی یه چیزی دقت کردیم، ما هنوز به گفتار نرسیدیم، ما هنوز تو ظاهریم. میدونی چرا؟ چون ظاهری یه بخش بسیار 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 مهمیه از یک ارتباط دو انسان، دو یا چند انسان. راجب زبان بدن کلی آمار هست، ولی اصلی ترین آمار میگه بالای 80% یک مصاحبه زبان بدنه، نه کلامی که از دهن شما میاد بیرون. من به تجربه دیدم صاف نشستن، پوستچر شما، تماس چشمی و لبخند زدن یک تأثیر عجیب و غریبی روی آدم مقابلتون میذاره، به شرط اینی که تظاهر نکنیم، به شرط اینی که طبیعی باشه، به شرط اینی که خنده جزی از سیگنچر و امضای صورت شما باشه. خب حالا یه قسمت دیگه که خیلی مهمه چیه؟ این عطر خانوما و آقایون، دوش نگیرید. خیلی توصیه میشه که توی مصاحبه ها عطر و اتکلون نزنید اصلا، چون اگه 1% که خیلی بیشتر از 1%، من با HR خیلی کار کردم، همشون میگم خب چرا مثلا اون آدم انتخاب نکردی؟ میگه ببین یه بوی خیلی تندی میداد. میگم بوی عرق؟ میگه نه بوی عرق نه، یک عطر خیلی تند. هنوز نمیدونه ما آدم ها میتونیم به یه بو حساسیت داشته باشیم. این یه مشکلیه که ما ایرانی‌ها خیلی داریم. من همیشه به دوستای ایرانی میگم با عطر دوش نگیرید. شما با عطر قرار نیست بوی خوش بدید. شما با تمیزی قراره بوی خوش بدید. خوب قبل از مصاحبتون حمام کنین، مامرولت رو زیر بغلتون رو بزنین، لباس‌های تمیز بپوشید که یقه این دوره یقه لباستون یه موقع چرک نباشه دور گردنتون. مجبورم اینا رو بگم چون خیلی دیدم تو مصاحبه رعایت نمی‌کنن. تمیز لباس بپوشید و از عطر استفاده نکنید. اگه می‌خواید بزنین خیلی کم. من توصیه نمی‌کنم. من میگم نو پرفیوم وات سو اور. تمام. خب حالا این قسمت رو گذاشتیم کنار که ممکنه من چند تا ویدیو دیگه هم بسازم و راجع به تیکه های دیگه این ماجرا هم صحبت کنم. میریم تو قسمت چهارم که خیلی مهمه و از بادی لنگویج اومدیم بیرون، ولی بادی لنگویج شمامون رو نشون میده. بهش میگیم اکتیو لیسنینگ، فعالانه گوش کنید بدون قضاوت. ببینین طرفتون چی میخواد، اونا رو درست گوش کنین تا بدونین چی قراره بگین. ببینین ما هنوز به حرف زدن شما نرسیدیم، ما هنوز به حرف زدن نرسیدیم. ببینین چقدر مصاحبه چیز جالبیه، ببینین چه داینامیک جالبی داره. پس چی شد؟ پس فعالانه گوش کن، ببین چی میگه طرفت، ببین دقیقاً کانسرنش چی میخواد از تو، و از تصور اینی که ممکنه به واسطه چیزی که داره به تو میگه تو ندونی چجوری جوابش بدی، اون تیکه رو بذار کنار. چیز جالب بهتون بگم، یه تجربه جالب. من یه بار یه جایی مصاحبه کردم اینجا که وسط مصاحبه متوجه شدم اون کسی که رزومه منو داده به اینا قرار بوده بده، رزومه اشتباه منو داده. یعنی رزومه ای از منو بهشون داده بود که من قبلا داشتم، نه اون رزومه که با هم ادیت کرده بودیم. اصلا از تاریخ‌هایی که ازم میپرسیدن، از سابقه کاری که من از تو رزومه آخری اونا رو در بردودم بیرون که حواس طرف رو پرت نکنم، فهمیدم او مای گاد. باورتون میشه مثلا 20 دقیقه گذشته بود از مصاحبه، من گفتم خدا اینا کجا میدونه من اینجا، این چی میگه؟ یه دفعه وسط، یعنی قشنگ خودم احساس کردم که فقط اون لحظه احساس کردم برق از سفاز سرم داره میپره بیرون. بعد اون لحظه با خودم گفتم سرماس لبخند،
لبخند لبخند و من اینو دارم، من این توری رو دارم که هر آنچه که اتفاق میفته حتما باید اتفاق بیفته. من در لحظه به اینی که چرا اتفاق افتاد، چه اینجوری شد، چه این برای سرم اومد، چرا اون حواسش نبوده، لحظه رو خراب میکنم، فرصتم از دست میدم. برابر این کاری که اون لحظه کردم چی بود؟ کاری که اون لحظه کردم این بود که فوکس کن ببین این از تو اون چیزایی که از تو رزومه درآورده بیرون چه سوالایی داره تو میپرسه. مشکل رو به فرصت تبدیل کن، مشکل رو به فرصت تبدیل کن، از مشکل یه چیز جدید بر خودت درست کن که بتونی ازش استفاده کنی. پس گوش دادن فعالانه شما رو واقعا millions of miles جابجا میکنه. با قسمت پنجم و آخر که برمیگرده به نحوه مکالمه شما، یک اضافه توضیح ندید تحت هیچ شرطی، because since بلا 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 رو بذارید کنار، برای اینکه چون رو بذارید کنار، straight to the point برید. هر آنچه که ازتون سوال میکنن بپرسید. اگه میخواین اضافه توضیح بدید بپرسید، بگین که به نظرت، بگین این سوالو پرسیدی دلت میخواد این زاویه‌اش هم بدونی، بهشون چویس بدین که ببینن چی میخوان بشنون. و یادت باشه اونا میتونن 125 میلیارد سال نوری صحبت کنن، مهم نیست، تو باید گوش کنی چون تو قراره تو داری مصاحبه میشی. ولی تو برای هر سوالی بین 40 ثانیه تا 2 دقیقه فرصت داری که از گلدن تایمت استفاده کنی و اون الیوریتر پیچ تو انجام بدی. پس برمری این زمان رو از دست نده، سوالا رو جوری جواب بده، stick to the point. دوروبره میگن around the bushes، نرو نرو توی باقالی ها و حرف بزنی، بچسب به اون چیزی که به درد طرف میخوره و همش با خودت فکر کن what's in it for them که به صدای به حرف من اینجا باید گوش بدن. این چیزی که من میخوام بگم کجای مصاحبه به دردشون میخوره، قشنگ بچسب به اون. و در نهایت یادت باشه تو هم داری هر چقدر گیر کرده باشی از بیکاری، ولی همچنان تو هم داری اونا رو مصاحبه میکنی، نقش خودتو فراموش نکن. پس اون سوال آخری که میگن تو سوالی نداری بپرسی، اون سوال آخر باید یه مدل مصاحبه اونا باشه. سوالی که من همیشه میپرسیدم و خیلی وقتا با کانت هم میگم همیشه میگم یه چیزی از اون کمپانی از طرف بپرس که نظر شخصیشو دخیل کنی. مثلا بگو تو چرا این سهم سال تو این کمپانی هستی، چی این کمپانی برای تو جالبه، یه چیزی مثل حالا نه الزامن همین، یعنی اونو یه جوری دخیل این ماجرا بکن، درگیر بکن که حس متعلق بودن بهش بدی و این حسو بدی که یه کوچولو از اون حالت فرمالیتی در بیاد بیرون. این از این، امیدوارم این ویدیو به دردتون خورده باشه و این 5 تا نکته، سوالات رو این زیر بنویس تا من بر اساس سوالای تو بازم بیشتر روی موارد خاص و متفاوت جلسات مصاحبه کاری ویدیو بسازم براتون. مواظب خودتون باشید.